چگونگی تامین امنیت روزهای عاشورا سبب شده است تا عزاداران و حکومت به آن توجه بیشتر داشته باشد؟ وزارت امور داخله می گوید که سرپرست این وزارت در دیدار با برخی از بزرگان اهل تشیع از تامین امنیت در روزهای ماه محرم با آنان اطمینان داده و افزوده که نیاز است تا شهروندان در این راستا با نیروهای امنیتی همکاری داشته باشند. اینجا هم شورای علمای اهل تشیع در یک نشست خبری می گویند که محدودیت از سوی حکومت برای برگزاری این مراسم وضع نشده، اما اقدامات برای تامین امنیت بهتر این روزها گرفته شده است. نفاق‌های مذهبی را اجازه نخواهیم داد. ما همه یک برادریم، در یک خانه ایم، در یک جغرافیا هستیم. نظام اسلامی که دستاورد مجاهدین و خون میلیون ها شهید و مجروح است، این نظام را ما در بغل می گیریم، حمایت می کنیم، دور برش می گیریم و اگر اصلاحات همکار داشت اصلاح هم می کنیم. با اتحاد، صمیمیت، برادری، اخوت حرکت کنیم. نگوییم تو از کدام قومی، از کدام قوم است، حسین مربوط کیست و از کیست. مسئولان در وزارت امر به معروف و نهی از منکر می گویند تلاش دارند با اشتراک در مراسم عاشورا وحدت اسلامی را به نمایش بگذارند و اما از جوانان می خواهند که در برگزاری این مراسم افراد و تفرید نکنند. طول ورون تا مسلمانان ورون تا ایمو دقا عواز و غوی چه ورون پده که افراد و تفرید نزان وساته زنی وقت پده غصی مراسم و شیانو که د دشمن یو قسم فکری جګړه مخته وړل کیږي، باید موږ تاسو د فردیو د جګړې څخه، د فکری جګړې څخه ځان وساتو. عزاداران حسینی هم میگویند که عاشورا منجر به وحدت میان مسلمانان میشود. اتحاد ملی ما را، اقتدار ملی ما را، فاصله بین امارت اسلامی افغانستان و ملت افغانستان باید دم به دم نزدیک شده بره و برای ازی باید مشترکاً علمای ما از تصدن و تشیع باید این مسئولیت اسلامی خود، مسئولیت ملی خود، مسئولیت انسانی خود بداره. با این حال کمیته خواسته که به فرمان رهبر امارت اسلامی به منظور تامین امنیت روزهای محرم الحرام توظیف شده است، در نخستین نشستش به رهبری معاون سیاسی رئیس الوزراء بر ایجاد فضای مطمئن امنیت در روزهای محرم تاکید کرده است.